سلام به جلسه اول از دوره معاملگر سری بسیار خوش اومدید این جلسه قرار هستش که با همدیگه مفاهیم پایهای بازار ارزهای دیجیتال رو یاد بگیریم و ببینیم که اصلا دلیل به وجود اومدن بازار ارزهای دیجیتال چیست و چرا ما باید این بازار رو سریع یاد بگیریم و دانشش رو به دست بیاریم اول از همه ارزهای دیجیتال چی و به چه ارزهای ارزهای دیجیتال گفته میشه خیلی هاتون اسم بیت کوین شنیدید اتریوم ما و, و شاید بارها تصمیم گرفتید که برید ازشون اطلاعاتی به دست بیارید ولی خیلی کامل و دقیق متوجه نشدید که علت به وجود اومدن این ارزها چیه و چرا اومدن داخل بازارها دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن و روز به روز اسمشون رو ما داریم بیشتر و بیشتر میشنویم نکته ای که مهم هستش باید بهش اشاره کنیم اینه که مطمئن باشید که سالهای بعد شاید پنج سال بعد شاید دو سال بعد و همینجوری که سالها داره می ذره. مطمئن باشی که بازار ارزهای دیجیتال تبدیل خواهد شد به یک دانشی که هر کسی اون دانش رو داشته باشه میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون و تبدیل بشه یک فردی که بسیار آگاه هسته چرا چون که دنیا داره به سمتی میره که دارن از بازار ارزهای دیجیتال استفاده میکنن دارن از بیت کوین استفاده میکنن برای مبادلات و کارهای مختلفی که جلوتر توضیحش رو خواهم داد خب اینجا یه توضیح مختصری از ارزهای دیجیتال داده شده که اگر با هم دیگه بخونیم ارزهای دیجیتال نوعی پول مجازی یا دیجیتالی هستند خیلی مثال ساده بزنم بهتون هدف از ارزهای دیجیتال این هستش که اون پولهای کاغذی که الان در دستان ما هستش و ما میریم کالایی رو خریداری میکنیم اونها بیان حذف بشن و تبدیل بشن به پولهای دیجیتالی که بیت کوین به عنوان یک پول دیجیتالی هستش که الان خیلی ها ازش دارن در مبادلات خودشون استفاده میکنن داخل خرید فروش های خودشون استفاده میکنن چون که مزایای بسیار فوق ای داره شاید 10 سال پیش بیت کوین خیلی ها بهش توجه نمیکردن اسمش رو شنیده نبودن خیلی ازش استفاده نمیکردن همه گیر نشده بود ولی سالها که داره میگذره رفته رفته تعداد افرادی که دارن با این بازار آشنا میشن بیشتر و بیشتر میشه و هم از اون بر این دارایی ارزشمند میشه و هم تبدیل میشه به یک سیستمی که خیلی در سر تا سر جهان ازش استفاده خواهند کرد پس ارز دیجیتال نوعی پول مجازی یا دیجیتالی هستش از ارز دیجیتال هم اگر بخوام بهتون بگم تنها بیت کوین نیستش منظور از ارز دیجیتال هزاران تا کریپتوکارنسی داخل بازار وجود دارن که هر کدوم هدفهای مختلفی دارن بیت کوین به عنوان این اومده که سیستم بانکی رو تغییر بده و در مبادلات خیلی ها ازش استفاده کنن اتریوم مزایای خودش رو داره بی ام بی مزایای خودش رو داره و هزاران تا رمزارزی که داخل بازار هستن و الانی که دارم با شما صحبت میکنم شاید یکی دو تا ارزم داره همینجوری تولید میشه و تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه پس ارز دیجیتال نوعی پول مجازی یا دیجیتالی که با استفاده از رمزنگاری امن شده و هر کدوم از این کریپتوکارنسی ها روی یک بلاک چینی هستن که جلوتر توضیح خواهم داد بهتون که تک تک اینها رمزنگاری شده منظور از رمزنگاری اینه که شما خیلی مثال ساده بزنم وقتی که میرید انتقال میدید با کارت بانکیتون یک پولی رو واریز میکنید به یک شخص دیگه خب داخل اون اطلاعات شما سخت میشه سیستمی که حالا پشتش هستش بانک اطلاعات شما رو ذخیره میکنه زمانش رو تاریخش رو و این ارزهای دیجیتال هم به صورت رمزنگاری شده این دیتا رو میان ذخیره میکنن و هیچ کسی نمیتونه به این سیستم دسترسی داشته باشه ولی وقتی شما میان انتقال میدید از کارت بانکیتون به یه کارت دیگه به این اطلاعات توسط اون شخصایی که توسط بانک اداره میشن میتونن به اونها دسترسی و ببینن که شما چه خرید فروش هایی رو انجام دادی چه انتقالاتی رو داشتید ولی با بازار ارز این اتفاق نمیفته چرا چون که رمز نگاری شده و هیچ کسی نمیتونه به این موضوع دسترسی پیدا کنه و معمولا به صورت غیر متمرکز داره میشه منظور از غیر متمرکز یعنی چی یعنی اینکه شما کارت بانکی دارید حالا پول کاغذی دارید توسط چه کسایی داره اداره میشه توسط بانک ها داره این اداره میشه یعنی پشت پول ها و کارت های بانکی ما بانک ها هست هستش. ولی بیت کوین پشتش هیچ کسی نیستش و به صورت غیر متمرکز داره اداره میشه سال 2009 توسط یک شخصی اومده به وجود و هدفش این بوده که کسی ادارش نکنه و غیر متمرکز باشه بیت کوین و این برخلاف ارزهای فیات که همون پولهای ما میشه سنتی مانند ریال و دلار است یعنی خل برخلاف پول مثلا ریال و دلار هستش که توسط بانک های مرکزی کنترل میشه که ارزهای دیجیتال دیجیتال متمرکز هستش و توسط هیچ نهادی کنترل نمیشه که به خاطر همین هستش که برخی از دولت ها روی ارزهای دیجیتال گارد هایی رو میگیرن چرا چون که خطری هستش برای بانک ها چرا که در آینده بیت کوین روز به روز که داره فراگیر تر میشه ممکنه که سیستم بانکی از بین بره که این اتفاق هم مطمئن باشید که خواهد افتاد الان شاید داریم که بیت کوین صحبت می 5 سال بعدش که شاید این نگاه کنی شاید coin دنیا رو گرفته و بانک با ها دارن کم رنگ و کم رنگ تر میشن این از این موضوع بریم اسلاید بعدی هدف هاشون چیه هدفشون رو توضیح بدم هدف رمزارز ها ارزهای دیجیتال اصلی ترین حالا اگر بخوایم خیلی درست صحیح تلفظش کنیم به اسم رمزارزها ها ما باید بگیم ولی چون که خیلی جا افتاده داخل ایران و کشورها حالا میگن که بیشتر ارز دیجیتال به خاطر همین ما هم ارز دیجیتال میگیم که بهتر متوجه بشی ولی اسم درستش رو اگر بخوایم بگیم اهدافی که وجود داره حالا اینا رو اگر بخوایم یکی یکی توضیح بدیم ارز دیجیتال معنیشی میشه رمز ارزها درستش میشه رمز ارزها انگلیسیش هم میشه کریپتو کارنسی ارزهای کارنسی خب دلیل اینکه به وجود اومدن هدف هاشون چیه و چرا میخوان که سیستم بانکی رو تغییر بدن یک اعتمادی که وجود داره عدم اعتماد به سیستم های مالی یعنی خیلی هامون شاید نتونیم اعتماد کنیم به سیستم های بانکی به خاطر همین رمزرس ها بسیار امن هستند و میتونن تمام جامعه رو یکی یکی به همدیگه وصل کنن یعنی یک نفر این سر دنیا باشه یا یک, یک نفر دیگه اون سر دنیا باشه به راحتی شما میتونید انتقال بدید مثلا یک دارایی بیت کوین انتقال بدید به اونها و این باعث بشه به راحتی انجام بشه پس عدم اعتماد به سیستم های مالی یکی از هدف هاشون هستش هدف بعدی تمایل به تراکنش های سری و ارزان که ارزهای دیجیتال به وجود اومدن که هم تراکنش های خیلی سری داشته باشیم یعنی در سریع ترین حالت ممکن وقتی شما انتقال میدید مثلا تتر انتقال میدید به یه تتر کیف پول دیگه تتر انتقال میدید بسیار سریع اتفاق بیفته و کارمزد کمتری از شما گرفته بشه پس تمایل به تراکنش های سریع و ارزان سومیشو اگر بخوایم بهتون بگیم کنترل بیشتر بر دارایی ها ارزهای دیجیتال به وجود اومدن تا ما بتونیم بالا سر دارایی های خودمون باشیم و تصمیم بگیریم که چه کاری رو انجام بدیم و به راحتی دارایی خودمون رو بیایم جابجاش کنیم چهارمی رو اگر نگاه کنید حریم خصوصی هستش یکی از علت های این ارزهای دیجیتال بیت کوین داره بولد میشه و خیلی ها دارن راجع به بازار صحبت میکنن امنیتی هستش که پشت این بازار وجود داره که باعث میشه هکرها نتونن هک کنن دارایی شما رو خیلی سخت هستش اگر برخی از کارها رو انجام بدید غیر ممکن میشه و این عددی میرسه به 0 درصد پس امنیتی که وجود داره باعث میشه که ما به این سمت بیایم که بازار ارزهای دیجیتال رو یاد بگیریم رو هم گفتیم بهتون پنجمی فرصت های سرمایه گذاری که که بخش جالبش اینجا هستش خیلی جلوتر جلسات بعدی بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد بیت کوین علاوه بر اینکه ما میتونیم مبادلات ازش انجام بدیم فرصت های سرمایه گذاری زیادی داره بازار ارز دیجیتال بیت کوین وقتی که شروع کرده به کارش قیمتش زیر یک دلار بود یعنی یه عدد خیلی کمی داشت ولی الان هر یه دونه بیت کوین شده 60 و شاید هفتاد هزار دلار و همینجوری داره این عدد افزایش پیدا میکنه سقفی که داشته هفتاد و دو هفتاد و سه هزار دلار بوده که دارم با شما صحبت میکنم پس قیمت خوبی داره و واسه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتالی وجود دارن که میتونیم خرید انجام بدیم خورد خورد انجام بدیم چرا که دنیا رو قرار هستش که کریپتوکارنسی ها تکون بدن و مایی که داریم سبد خودمون رو جمع میکنیم واسه آینده خودمون واسه فرزندان خودمون مطمئن باشه که داریم تصمیم درستی رو میگیریم چون که دیجیتال فرصت سرمایه گذاری هستش و ما تا میتونیم باید خرید خودمون رو انجام بدیم و هدف بعدی که وجود داره نوآوری هستش از تکنولوژی استفاده شده از تکنولوژی روز استفاده شده داخل بازار ارز همونطور که بهتون گفتم پر از ارزهایی هستن که هدفهای مختلفی دارن مثلا بیت کوین هدفش اینه که بیاد مبادلات رو انجام بده خب اتریوم هدفش اینه که بیاد اتفاقی که بیفته اینه که مثلا قراردادهای هوشمند باشه شما بتونید وام بگیرید بدون اینکه مثلا واسطه ای باشه و هزاران تا کارهای مختلفی که هر یک از مرزهای دیجیتال یکی یکی دارن انجام میدن که حالا جلوتر راجع بهشون بیشتر صحبت خواهیم کرد فعلا داریم توضیح میدیم اسلاید بعدی رو نگاه کنیم انواع ارزهای دیجیتال این لوگوها رو اگر نگاه کنید اینا لوگوهای ارزهای دیجیتال معروف بازار هستن که حالا خیلی زیاد هستش من چهار تاش آوردم اینجا اولین رنگ نارنجی رنگ رو نگاه کنیم که به صورت بی هستش همون بیت کوین میشه دومی پالیگان یا متی سومی سولونا و چهارمی اتریوم که الان چند لحظه پیش رجبش صحبت کردیم انواع ارزهای دیجیتال رو هم خیلی توضیح مختصری بدم و بعد بریم سمت اینکه حالا جلوتر راجع به بلاک هم یه صحبتی داشته باشیم انواع ارزهای دیجیتال اولین ارز دیجیتال رمزارزها میشه ارزهای دیجیتال اینا اگر شما نگاه کنید بیت کوین، پالیگان، سولونا، اتریوم اینها ارزهای دیجیتال هستند چرا ارزهای دیجیتال هستند چون که برای پرداخت و سرمایه‌گذاری و زخیر سازی استفاده میشه بیت کوین یک بلاک چینی داره سولانا یک بلاکچینی داره که جلوتر توضیح خواهم داد بلاک چیه اتریوم بلاک داره که شما از طریق بلاکچین اتریوم هر کدوم از اینها بلاکچینی داشته باشن میتونید اون رو انتقال بدید یک بلاک چینی هستش که بسیار قوی و داده ها و دیتا داره داخل این بلاک چین ها ذخیره میشه یعنی شما وقتی انتقال میدید دیتا شما روی بلاک اتریوم میاد ذخیره میشه اگر اون بستری که انتخاب می کنید بستر اتریوم باشه پس ها رمز دسته رمزرس ها برای پرداخت و سرمایه و ذخیره سازی دسته دوم توکن ها هستش که توکن ها روی بلاک های موجود مانند اتریوم ما الان چی گفتیم گفتیم آقا اتریوم خودش یه بلاکچین داره اون ارزای دیجیتالی که واسه خودشون بلاک چین دارن پرقدرت هستن قدرتمند هستن اتریوم بلاک چین داره واسه خودش توکن ها هم ارزهایی هستن که بلاک چین ندارن واسه خودشون برای یه هدفی به وجود اومدن و روی اون هدفه دارن کار میکنن بلاک هم که روی اون سوار هستن و روی روی اون لانچ شدن چین اتریوم هستش مثلا ارز دیجیتال X روی چین اتریومه و داره روی اون معامله میشه روی اون داره خرید و فروش انجام میشه مثلا اسمشو بذاریم ارز دیجیتال فست ریدر روی بلاکچین اتریوم هستش فست ریدر خودش یک ارز دیجیتال هستش ولی توکنه چرا چون که بلاکچین نداره پس اون کریپتوکارنسیایی هایی که بلاکچین نداشته باشن به اونها میگیم ما توکن و اون دیجیتالی که چین داشته باشن به اونها میگن یک ارز دیجیتال کامل استیبل کوین ها و شاید شنیده باشید اسم تتر رو شنیده باشید اسم دای یا یو اس سی استیبل کوین ها ارزششون خب برابر هستش با یک دلار و ثابت هستش مثلا یک دلار تتر هستش در برابر یک دلاری که ثابت هستش یعنی شما میتونید به جای مثلا دلار نگهداری کردن خیلی ساده بگم بهتون میتونید استیبل کوین نگهداری کنید به جایی اینکه دلار فیزیکی نگهداری کنید میتونید برید دلار مثلا مجازی یا همون تتر رو بیاین خریداری کنید که داخل صرافی میشه این کار انجام داد که راجع به صرافی هم جلوتر صحبت خواهیم کرد پس استیبل کوین ها داخل بازار ارزش اونها برابر یک دلار ثابت هستش چرا برابر یک دلار ثابت هستش دلیل به وجود اومدن استبل کوین ها فقط انتقالات هستش بیت کوین کارمزد بالایی داره اتریوم کارمزد بالایی داره پالیگان شاید کارمزدی یه مقدار بالایی داشته باشه ولی تتر کارمزدش پایینه خیلی ها مثلا اگر بخوان این سر دنیا تا اون سر دنیا یه پولی رو واریز کنن دیگه نیاز نیستش ما بریم هزاران تا دردسر بکشیم مثلا بیاین بریم کارت بانکی بخریم یا کارت بانکی اون کشور رو داشته باشیم نیاز کار انجام بده یه کیف پول کافیه داشته باشین هم شما و هم اون طرف مقابلی که میخواین ارسال کنید تتر بخرید و تترهای خودتون رو انتقال بدید به اون شخصه و اون شخصه بیاد تترهای خودش رو تبدیل کنه به پول واحد اون کشور که به راحتی شما میتونید این کار انجام بدید که خیلی ها از این ترفنده با خبر نیستم مثلا یه مثال ساده بزنم میریم کشور ترکیه دیگه نیاز نیستش که با خودمون بیایم مثلا پول برداریم ببریم و درد سرهاشو بکشیم حالا میشه یه مقداری پول برداشت و برد ولی دارایی بیشتر خودمون رو میتونیم تبدیل کنیم به تتر رسیدیم اون بر تتر تتر انتقال بدیم به اون کیف پوله و از اونجا بریم داخل صرافی اکسچنج که مثل مغازه ها هستش و بیایم انتقال بدیم تترمون رو به اونها و بیایم کشور واحد ریالی اون لیره اون کشور رو بیایم خریداری کنیم و به راحتی بیایم نقد کنیم پول خودمون رو که میشه این کار رو انجام داد بریم اسلاید بعدی پس انواع ارزهای دیجیتال رو فهمیدید رمزارزها توکن ها استیبل کوین ها اسلاید بعدی که مهم هستش و باید بهش اشاره کنیم فناوری بلاک چین هستش خب همونطور که بهتون گفتم هر یک از ارزهای دیجیتال برخی از اونها واسه خودشون یک بلاک چین جداگانه ای دارن که دیتا و اطلاعات روی اون بلاک چین میاد ذخیره میشه اینجا اگر این متن رو نگاه کنیم بلاک چین که به آن زنجیره بلوکی گفته میشه که هر بلاک چین به صورت بلوک بلوک هستش که به همدیگه بچه اینا متصل میشن و اطلاعات یکی داخل اینها میاد ذخیره میشه نیز گفته میشه که یک دفتر کل توضیح شده و غیر متمرکزه که برای ذخیره اطلاعات به طور امن به طور امن منظورش اینه که دیگه هیچ کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه بیاد بفهمه بیاد اطلاعاتو مثلا دستکاری کنه هیچ کاری نمیشه انجام داد ازش اونجا ثبت میشه و نمیشه این اطلاعات رو دستکاریش کرد به صورت امن استفاده میشه این فناوری زیربنای ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند اما کاربرد های بسیار فراتر از پول را نیز، دارن پس بلاکچین فناوری بلاکچین که داریم ازش صحبت میکنیم قراره که در آینده دنیا رو تکون بده و مطمئن باشید که این اتفاق هم خواهد افتاد و یکی از مزیت هایی که داره اینه که امنیتش بسیار بالا هستش و این امنیت بسیار بالا باعث میشه که آینده بسیار فوق رو داشته باشه اسلاید بعدی کیف پول ارز دیجیتال خب اینا رو توضیح دادیم بهتون بخش سرمایه رو گفتیم فهمیدیم که آقا ارزهای دیجیتال به عنوان مبادلات اومدن که پول جای پول کاغذی رو بیان بگیرن خب بخش سرمایه گذاریش وجود داره ما چطوری میتونیم اینا رو انتقال بدیم بخریم نگهداری کنیم نیاز هستش که کیف پول ارز دیجیتال داشته باشیم کیف پول ها حالا دستبندی شدن که اینجا یه توضیحی که خیلی مختصر داده شده کیف پول ارز دیجیتال نرم افزاری یا سخت افزاری دو نوع کیف پول داریم یکیش نرم افزاری یکیش سخت افزاری حالا کیف های هم هستش ولی خیلی مهم نیستن اینا رو بدونید کافی کیف پول نرم افزاری داریم کیف پول سخت افزاری داریم که برای ذخیره ارسال دریافت و ارزی دیجیتال استفاده میشه این کیف پول ها با استفاده از کلید های خصوصی هر کیف پولی که داخل گوشی خودتون نصب میکنید حالا داخل کامپیوتر خودتون نصب میکنید واسه شما کلید های خصوصی وجود داره که اونا رو نباید به هیچ کسی بدید و فقط خودتون اونا رو داشته باشید اگر این کار انجام بدید یک کیف پول بسیار امن مقداری که سالهای سال میتونه از دارایی‌های شما محافظت کنه مثلا تتر رو مثال زدم به اینکه برید دلار بخرید دلار کاغذی داشته باشید یا جا نداری که نگهداری کنید میتونید تتر خریداری کنید به راحتی و بیاین تتر های خودتون رو داخل کیف پول نگهداری کنید که هیچ کسی نمیتونه بهشون دسترسی پیدا کنه چون که کلید خصوصیش در دستان شما هستش که امنیت دارایی دیجیتال شما را تضمین میکنه کیف پول های نرم افزاری اون کیف پول هایی هستن که به صورت نرم افزار هستن داخل گوشی شما موبایل شما نصب میشن مثل مثلا تراست رو و شاید اسمش رو شنیده باشید و کیف پول سخت افزاری دارین که مثل یه حالت فلش هستش که شما اون رو میخرید اطلاعاتتون رو انتقال میدید به اون و میتونید سالهای سال نگهداری کنی که به نظر من توصیه که میتونم داشته باشم ما بیشتر با کیف پول های نرم افزاری مثلا تراست کار خواهیم کرد که همین الانی هم که دارم با شما صحبت میکنم حتما برید کیف پول تراست رو نصب کنید و به وجود و آوردنش هم کار سختی نیستش روی کریت بزنید و دوازده تا کلمه کلیدی بهتون میده اونها رو نگهداری اسکرین نگیرید بنویسید نگهداری کنید و کیف پول خودتون رو بیاین وصلش کنید پس کیف پول های دیجیتالی برای نگهداری نگه بسیار مناسب هستند علاوه بر اون ما حالا اگر بخوایم دارایی رو نگهداری کنیم حالا کیف پول های دیجیتال بیشتر برای هولد بلند مدت هستش هولدم یعنی چی یعنی اینکه یه تایم بلند مدت بیایم نگهداری کنیم کیف بیشتر برای هولد مناسب هستن برخی از صرافی ها وجود دارن که حالا جلوتر صرافی بهتون معرفی خواهم کرد که ما داخل اون صرافی ثبت نام میکنیم میتونیم اونجا کیف پول داشته باشیم و اونجا بیایم نگهداری کنیم حالا صرافی ها امنیتشون یه کمی کمتر از کیف پول ها هستش یعنی کیف پول ها امنیتشون بیشتره ولی تا به این لحظه مشکلی وجود نداره که صرافی ها هم مثلا اتفاقی واسهشون بیفته هر دو تا از این گزینه ها مناسب هستن که حالا جلوتر که رفته رفته بیشتر و بیشتر با این موضوع آشنا خواهیم شد من تمام نکات رو گفتم این جلسه بازم سوالی داشته باشید حتما حتما علاوه بر اینکه نظرتون راجع به جلسات انتقادی داشته باشید بنویسید از ما و نظری هم که دارید یا حالا سوالی دارید حتما بپرسید که با کمال میل جواب خواهیم داد عجله نکنید جلسات رو یکی یکی نگاه کنید که تک تکشون مهم هستن خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار